جلیل روشنده استاد روابط بین‌الملل سیاتل ما رو همراهی می‌کنه. خوش اومدین آقای روشنده. به نظر شما اصولا روسیه چقدر امکان بازیگری بیشتر داره که ایران خواستار نقش جدی‌تر این کشور در جنگ اخیر شده؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. البته این رو من ابتدا به ساکن عرض بکنم که جمهوری اسلامی در این مورد به خصوص شروع کننده مکالمه تلفنی بوده و وزارت خارجه روسیه هم گفته که این تماس به ابتکار طرف ایرانی انجام شده، که البته بعد از سخنان آقای خامنه‌ای که خواسته بودن که کشورهای اسلامی ولو به صورت محدود با اسرائیل قطع رابطه بکنن و همینطور آقای ابراهیم رئیسی گفته بود که دست انتقام خدا قراره در این مورد کاری انجام بده، حالا آقای حسین امیر عبداللهیان هم خواهان این استش که روسیه در این جنگ نقشی بازی بکنه، در حالی که من فکر نمی کنم که روسیه به طور کلی نقش خیلی عمده‌ای بتونه در این قضیه بازی بکنه. بیشتر ممکن هستش که ایران رو بازی بده با توجه به منافعی که در این قضیه داره. مثلا از روز اول جنگ گفتن که برنده این جنگ روسیه است، برای اینکه توجه از اوکراین منعطف شده به قضیه غزه و حالا دیگه کسی راجع به اوکراین صحبت نمی‌کنه. علاوه بر اون کمک‌های جهانی به اوکراین هم کاهش پیدا کرده، بنابراین این دو تا برد هست برای روسیه، به جز این که به لحاظ اقتصادی ممکن استش که به خاطر نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی همچنان برای روسیه مفید باشه. با این ترتیب بازی دادن ایران هم در این قضیه میتونه سر ایران رو گرم بکنه، حالا با توجه به اینکه برنامه‌هایی برای دادن امتیازات مختلف از منابع زیرزمینی گرفته تا راه‌ها و غیره قرار است که بین ایران و روسیه به زودی به جریان بیفته، بنابراین بازی در اون زمینه است و روسیه نمیتونه نقشی بازی بکنه در این مناقشه که خوشایند ایران باشه یا نظر ایران رو تامین بکنه. آقای روشندل اگه موافق باشین یه سوالی هم در خصوص خود جنگ در غزه بپرسم. با وجود اطلاعاتی که اسرائیل در خصوص بیمارستان شفا و کشف تونل در زیر اون منتشر کرده، اولا این اطلاعات چقدر قابل راستی آزماییه و در این حال چقدر نشون دهنده اینه که واقعا حماس داره از بیمارستان ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه؟ این اطلاعات چقدر این موضوع رو نشون میده؟ ببینید به هیچ وجه هیچ یک از اطلاعاتی که طرفین منتشر میکنن این منحصر به اسرائیل نیست، منتها اسرائیل حضور در نقاط مختلف داره، امکانات دیجیتال داره، میتونه عکس برداری و فیلم برداری بکنه نشون بده و 20 تا اسلحه نشون میدن، در حالی که ما صحبت یک مناقشه رو داریم میکنیم که بیش از 6 هفته طول کشیده، حالا با 10 تا کلاشینکوف این قضیه رو قابل اثبات نمیشه دونست. طبیعتا قبلا گفته میشد که حماس 400 کیلومتر در زیر زمین غزه تونل کشیده، این 400 کیلومتر حتی اگر خطی شما در نظر بگیرید یعنی از شمال به جنوب غزه 10 تا تونل موازی هم اگر متداخل با هم نباشه کشیده شده. خب هر جای غزه رو شما چاه بزنید برید پایین میخورید به یک تونل، یکی از تونل ها ممکنه زیر بیمارستان رفته باشه، ولی ما دیدیم که همه این تونل هایی که تا به حال اسرائیل مدعی کشف اونها شده هیچ کدوم نه منفجر شده، نه گفتن 20 تا حماسی رو اون زیر گرفتیم آوردن نشون دادن و نه هیچ اتفاق خاصی افتاده. تعداد تسلیحاتی هم که نشون دادن و امکاناتی رو که گفتن از اون زیر به دست آوردن اثبات نمی کنه که اون زیر جنگ ادامه داشته. جنگ در روی زمین است. ما می بینیم همزمان با حضور نفرات ارتش اسرائیل در روی زمین حملاتی هم از روی زمین به اونها میشه. بنابراین هیچ ربطی به اون تونل ها نداره. خب حالا تونل وجود داره، آیا این دلیل میشه که ما 1.5 میلیون فلسطینی رو از شمال به جنوب و بعد از جنوب به بیشتر به سمت جنوب اینها رو در به در بکنیم و
جابجا بکنیم، تعداد کشته هر روز افزایش بده و نتیجه خاصی هم به دست نیاد. اینها صرفا برای اطاله جنگ است و برای این استش که دولت آقای نتانیاهو میخواد بگه که من دارم هر کاری که از دستم برمیاد میکنم برای اینکه جلوی حماس رو بگیرم، در حالی که ما هیچ نشانی از توقف جنگ نمیبینیم و از پیروزی هیچ طرفین هیچ یک از طرفین هم علائمی وجود نداره. حالا از اینکه ممکن است یک توقف کوتاه مدت انجام بشه. ممنون از شما جلیل روشندل، استاد رابطه بین الملل از سیاتل همراه ما بودید.